وقتی که چراغ سرده میره وای میسته یه گوشه دست میکنه گلاشو دوباره میاد خیابون میلوه این ورون و تو ماشین های فرا میگه گل گل دارم آقا گلای تازه و زیبا بخرین چند تایی مونده قیمت جونمه آقا خانوما گل آقایون گل دختری گل میفروشه وقتی که چراغ سفته میره وای میسته یه گوشه دست میکنه گلاشو دوباره میاد خیابون میلوه این ورون و تو ماشین های فرا خانوما گل آقایون گل با خودت دختر کارت بعد جوری به هم پیشیده چی شده؟ یه کسیه که قدش بلنده نسبتا درشتم هست یه زن میشناسیش؟ بین سر کلاف دستمونه تو تاریکی وایساده خوب نمیشه قیافه‌شو دید سر یه چیزی شبیه حرف میم توی اسمش یا فامیلش نمیدونم ولی سیاهه تاریک من چیزی رو که حس میکنم و میبینم بهت میگم قهوه دروغ نمیگه نیت کن انگوش بزن
حالا یکم حرفای خوب خوب بزن یونس جان. تفلک سهر زهره ترک شد. مگی اینو زود ببر با آب سرد بشور. انرژیش اذیت هم میکنه. باشه. مشتری بعدی منتظر. زود باش. گل باشه. شاید فالت سنگی بود سر. چی کار کردی تو؟ جانم کجایی؟ نمایشگاه. کجا باید باشم؟ از کجا بدونم؟ میخوای زنگ بزن نمایشگاه. عزیزم شما که تو دایورت کردن استادی. میخوای دوباره شروع نکنی سر؟ من زنگ بزنم از اینجا؟ نمیخواد عجله کنی. هر وقت رسیدی زنگ بزن. میگه نمایشگاه است؟ خب راست میگه سحر جون. منتها نمایشگاهی تخت خواب شو با لوازم جانبی البته. گلم مرد خوب مرد مرده است. همشون از دم سر تا یکر بازن. این ماهی میمونن لیز میخورن. زیر پای همشون هم صابونه. بلوند میبینن سر میخورن. قد بلند میبینن سر میخورن. نمونش همون مرتی که بیلیاقت با صمیمی‌ترین دوست من ریخ رو هم چشم به هم زدم دیدم جا تره و بچه تو پاتایاست. طبیعتشونه. میگی چی کار کنم ژینوس؟ من که نمیتونم صبح تا شب مثل سایه بیفتم دنبالش ببینم کجا میره کجا میاد. اینم حرفیه. ببین حرف راست رو باید از بچه شنید. ساناز چی میگه؟ ساناز؟ ساناز؟ بله؟ بفرمه. چی؟ تصادف؟ کجا؟ من دارم میام. نه یه بار ازت خواستم این یه مادر دلسوز بری دنبالش. بابایی شونه خوبی بابا؟ آره. چیزیت نشده؟ فقط یه ذره سرم درد میکنه. شوش اینجا من درد میکنه بابایی. جونه بابایی چیز نیست. تقصیر خودم بود بابایی. نه بابایی تقصیر یکی دیگه است. خوب بشه خوب بشه خوب میشه بابایی. تو برو تو باتر از برو. یادت بود زنگ بزنی به من دم به دقیقه منو چک کنی؟ ببینی چه غلطی دارم میکنم. کجا مسحکه ی عالم آدمم کنی؟ یادت رفت بری دنبال بچه؟ کجا بودی؟ بیشه اون زنی که فال قهوه و غیبت از این و اون؟ آره؟ آره اصلا به تو شک دارم. چون تو مریضی. 7 ساله به من شک داری. چیز جدیدی نیست. اصلا کردی. از همون شب اول عروسی بهم شک داشتی. دست خودم نیست نبید. دوست دارم بابا. این چه دوست داشتنیه که زندگی من تو اون بچه رو کرده جهنم؟ تو مریضی سر باور کن.
آره من مریضم، تو منو مریض کردی، من مریض تو هم نمید، تو منو دوست نداری. جانم ببخشید یادم رفت. خواب؟ نه، مشغول حساب کتابه نمایشگاه بودم. باشه میام، دارم میام. در آسمان عشق من ستارینا خدا رو شکر به خیر گذشت. اتفاق دیگه پیش میاد، اینقدر خودتو ناراحت نکن. خسته شدم دلارم، داغونم، نمیدونم باید چی کار کنم. طلاقش میدم. اینقدر حواس شما کردم، جنگل، جاده، دریا. داداشم همش اصرار میکنه که ازدواج کنه. دیگه نمیدونم چه جواب بهش بدم. منم خسته شدم. باز که رفیق نیمه راه شدی. چون از اونی که انتظار همراهی دارم چیزی نمیدونم. چه میدونی تو من چی میگذره؟ میدونم که الان اینجا آب میوه تو بخور گرم شد. دلارام ممنون که مثل همیشه آرومم کردی. اینا همون چیزاییه که سحر بعد این همه سال زندگی مشترک هنوز بلد نیست. سلام رضا، خوبی؟ زنگ زدن بر نداشتی؟ تو که رئیسمونو میشناسی، سرکار اگه ببینه کسی با گوشیش صحبت میکنه وا ویلاس. بعدش چرا خاموش کردی؟ شارژم تموم شده بود، نمیدونستم. تازه الان از شارژ درشو بردم که تو زنگ زدی. خب اگه کاری داشتی چرا زنگ نزدی خونه؟ اگه کاری خاصی نداری قطع کن، من خودم بعدم بهت زنگ میزنم. داوود اومده خوبیت نداره. مثل اینکه قراره با هم ازدواج کنیم. نه هنوز که جدی نشده. باشه شب بخیر، خودم بهت زنگ میزنم. خدافظ.
آبجی؟ آبجی کجایی؟ سلام داداش، تو اتاقم. سلام. باز که پای کامپیوتری که سرما میخوری، خسته نمیشی؟ بفرمایید. نه بابا، بهت گفتم کار بیرون مال بیرونه، کار خونه مال خونه. من شرکت کار نمیکنه تو. دقیقه 90 آخه واسه شرکت ایمیل شد. بعدش هم داداشم الان اساس اینترنت همه چی شده کامپیوتری. یه نهار و شام مونده، اونم ان شاء الله درست میشه. هر چی شما میگی درسته. صبح رو ضبط کردم. قربونت برم که انقدر قر میزنی. بله، بس کنید لطفا. سلام بابایی، جان دلم، تا چی باش؟ باشه بابا جان، من زودتر میام خونه کاریش میکنی. آره اینم خدمت شما. خیلی خوشگله خاله. اینم مال شما. مرسی خاله، دست درد نکنه. بابایی. جانه بابایی. میشه روش یه چیزی بنویسم؟ به شرطی که قول بدی اسم منم زیرش بنویسی. باشه، اسم هر دوتا من رو بنویسم. من خودکار خودم بچه ها خریدم. یه دونه برده دیگه. بابا اینجوری من دارم. یه لحظه. لطفا شما بشینید. خب حالا نوبت چیه؟ این کادو مالکیه؟ به افتخار ساناز جون و پدرش. اینه که من خوبیت برم مادرم. این یکی کادو مالکیه؟ بنده. به افتخار جینوس جون. خیلی ممنون. تشکر میکنم. ببخشید سهر جون، قابل شما رو نداره. البته قبل از این که من هدیه رو به شما بدم، یه عرض کوچیکی داشتم خدمت همتون. البته جهت خودنمایی نیست، ولی باید عرض کنم که این یک گردنبند جادوییه، یک گردنبند معمولی نیست. انرژی های مثبت داره این سنگا، برای اینکه سهر عزیزمون از بلاها دور بمونه، چون عزیز همه ماست، چشم ماست، مگه نه؟ تولدش مبارک. قربونت برم الهی. این چی بود؟ آورده بود کمه کم سرویس کارتیه بعد برات می بود مگه نه؟ با صد تون از هم بلش کرده، قابل تو رو نداره عزیز Thank you.
سلام قربان. سلام. ببخشید مزاحم میشم. الان یکی از همسایه‌ها من رفتم بیرون یه ماشین بنز سفید داشتن. واحدشون رو فراموش کردم. آقا نوید میگی؟ بله بله. واحد سه. خیلی ممنونم. خواهش. مرسی لطف کردی. خواهش. بله. سلام خانم. ببخشید مزاحم میشم. آقا نوید هستن؟ شما؟ یه بسته پستی براشون آوردم. باید به خودشون بدم. چی هست؟ ببخشید شما؟ من همسرشون هستم. همسرشون؟ گریه مکن که سر نوشت. آقا گر مرا از تو جدا کرد عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد با غم هم آشنا کرد. این چیه؟ قابل شما رو نداره. دست درد نکنه نوید، خیلی خوشگله. دیشب سحر تو تولدش همین یه جمله رو من باب دلخوشی نداره. بعضی وقتا آدم مثل بچه ها با یه تشکر خشک و خالی خوشحال میشه، ذوق میکنه. روزگارت شادمان با. اما تشکر من خشک و خالی نبود. اگه یه ذره بیشتر تو چشام نگاه کنی میتونی راحت تر بفهمی. ولکن جینوس، اگه بفهمه چی؟ با من میترسم. میترسم. شوهرت باید بترسه که عین خیالش هم نیست. خوشحال یا دختر؟ بشین تماشا کن. کار جیکسانی است. فقط تماشا کن. چرا لوخ نشدی با؟ یالا به جام تنبلی نکن. سلام شما شد. شیر شده. یکی نیست جاده ماد. ها؟ بزنی بزن خونه. روشان بیر خونه ما. خیلی وقت هم از دلانمون نگی. عباس اونجور نزن آسیب ببینی بابا. بفرما. این از ایمیلش، اینم از عکسش که اتچ کرده. نوید جان، عزیز دلم، با آمدنت عشق را برایم به ارمغان آوردی و به زندگی ملال‌آورم رنگ و بوی تازه‌ای بخشیدی. آها نوید جان، عزیزم، خسته شدم از این زندگی پنهانی. ای کاش میشد دست در دست. Oh my computer. دیدی به این مرد و وفا نایمد قربونت. دیدی شکت بی خودی نبود سهرم. یا الله بیا تو رزا. آبجی یه مهمون داریم. فکر کنم نیستش. یه رفیق جدید پیدا کردم. بد جوری مهرش تو دلم نشسته. اسمش توباس. توبا؟ بله. از وقتی پاش میگه خونه باشده شده مونس و همدمم. سلام توبا خانم. سلام توبا خانم. ببین چه خوشگله. آ خدا کنه مثل یکی نارفیق نباشه. با چشت به توبا برم یه آب کرفت مشتی واسه ردیف کنم. با لیمو می‌خوری یا بدون لیمو؟ رضا Thank you.
سلام. سلام. خسته نباشی. انتظار نداشتی من اینجا ببینه؟ نه نه خوش اومدی. داوود کجاست؟ با هم اومدیم توه. خب چرا نمیای بریم تو؟ از قدیم گفتن مهمون ناخونده اومد نیومد داره. اصلا که من جز گروه دومشم. خدا. رضا. سلام. سلام آبجی. رضا کوپه. موبایلش زنگ خورد رفت بیرون. از آژانس بهش زنگ زدن یه مسافر سفارشی بهش گفت. من میرم تو لباسه. دلارا. اینه تو رضا چیزی شده؟ نه داداش. چونی؟ الو الو بفرمایید. الو چی بود؟ نمیدونم حرف نزد. بده من ببرم. نه میارمش. برم بچه‌ام برسونم. میدونی که چی؟ میدونم ماکارونی با فیله. مگه تو ایمیلش ازت نخواسته بود عکسشو بذاری پشت صفحه لپتاپت؟ راف داری حالا واسه من ایمیل هک میکنی؟ چی خواسته بود ازم؟ عکسشو بذارم رو صفحه؟ راضی به زحمت شما نبودیم. دلارام سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ سوار چی کارت دارم؟ من کار دارم خودم میرم مزاحم تو نمیشم. فقط مواقعی که قراره با من طرف بشی کار داری دیگه. سوار شو. ببین رضا من و تو برای هم ساخته نشدیم. خواهش میکنم اینو بفهم. تا وقتی یادم میاد حسرت خیلی چیزا رو داشتم. اما چی؟ میخوای بگی بدبختم؟ ندارم؟ گدام؟ نه اصلا بحث این حرفا نیست. پس بحث چیه؟ یه آشنا پیدا کردم توی شهرداری. قرار تو چند وقت دیگه برام کارجویی بکنه و برم سر کار. دور ورت نگاه بکن. خدا همه چی فرق کرده. الان دنبال آدمایی مثل من میگردن. جوون تحصیل کرده. تهش حقوق کارمندی که بیشتر نیست هست. رضا به خدا اینقدر دختر هست که آرزوشونه با تو زندگی کنن. چیه؟ این حرفا رو داری به من میزنی که راضی باشم تو بری با اون ازدواج بکنی؟ اون کیه؟ همون مفروشه نوید. حالا کارت به جایی رسیدی که منو چک میکنی؟ دیگه اگه چکت نکرده بودم که نمیفهمیدم یارو زن داره. زن داره که داره، به تو چه ربطی داره؟ تو واقعا میدونی که اون زن داره؟ میخواد طلاقش بده.
الو خانم صادقی؟ خانم دلارام صادقی؟ شما؟ من سهرم، همسر نوید. میشناسیش که؟ میشه خواهش کنم پاتون از زندگی من بکشید بیرون؟ خوب گوش کن ببین چی میگم خانم دلارام صادقی. من از نوید یه بچه دارم، یه دختر 6 ساله. بهت اجازه نمیدم زندگیمو خراب کنی. بله. انتظار هر کاری رو ازت داشتم الا خاله زنک بازی. یعنی چی؟ رضا تو خجالت نمیکشی؟ خجالت نمیکشی بردی همه چی رو گذاشتی کف دست زنش؟ این حرفا چیه داری میزنی؟ خودتی رضا، خودتی. الو. الو. آقا شرمنده استم، ببخشید. اگه امکان هست من شما رو سر این چهارا پیاده بکنم. آقا جون من کار دارم قربونت برم. دو تا چهارا بالاتر. میدونم حق با شماست، ببخشید. عزیزم دو تا چهارا بالاتر من پیاده بکنم. کار کارت دارم. ببخشید قربونتون برم. مشکل داری به ما هیچ مربوطی نیست. خاصی سوار نکنید. من هزار تا خودم بدبختی دارم. حق با شماست. منو پیاده کن هر چه دوست داری برو. ای بابا. من نوکرت. بله. کی؟ کارشون چیه؟ بهشون بگو بیرون منتظر باشن، من خودم میام پایین. بفرمایید. دست از سر دلارام بردار. شما؟ من رضا، خواستگارش. آره دلارام یه چیزایی راجع به شما گفته بود. چرا دست از سرش بر نمیداری؟ اینش دیگه به تو ربطی نداره. تو زن داری، بچه داری، خجالت نمیکشی؟ ایشون از همون اول در جریان زن و زندگیم بودن. ببین آقای قارون، دلارام هیچ علاقه‌ای به تو نداره. اون فقط گول این تیپت و ظاهرت و این چیزا رو خورده، همین. دستتو بکش. اصلا کی به تو اجازه داده پاتو تو محل کار من بذاری؟ همون کسی که به تو اجازه داده تو زندگی منو بخونه از من بگیری. ببینم تو واقعا فکر میکنی میتونی اونو خوشبختش کنی؟ اینقدر این پولتو به رخ من نکش. حیف که اینجا محل کارم. اگر نه بکرم اینقدر عاقل هستی که یه جور دیگه جواب بدی. باشه پس بچرخ تا بچرخ. جواب داداشم خودت باید بدی. پسر بنزی کیه؟ برای چی باقی من بازی میکنی؟ من 20 سال توی محل آبرو دارم. چیو میخوای توضیح بدی؟ چیو میخوام من توضیح بدم؟ من میخوام توضیح بدی؟ چیو میخوای توضیح بدی؟ من 20 سال توی محل آبرو دارم. با مرد زندار؟ برای چی به دلارام زنگ زدی؟ چون وارد حریم من شده بود. چی گفتی؟ لابد لیاقت نداشتی از حریمت محافظت کنی. نوید اون دختره چی داره که من ندارم؟ برعکس، تو یه چیزایی داری که اون نداره. توهم، شک، بدبینی. ما فقط یه سال با هم زندگی کردیم، البته اگه بشه اسمشو گذاشت زندگی. بعدش حساسیت های بیمورد شما شروع شد. تا
تلفنات، چک کردنات، 6 سال تحمل کردم هیچی نگفتم. فکر کردم میخوای زندگی کنی، اون تا رفتی با آدم هایی برخوردی که از تو عقده‌ای تر بودن، عقده پول، ماشین، جواهر، سفر خارج. تو همین یه سال اخیر چند بار فقط رفتی دبی؟ چند بار من و سانازو تنها گذاشتی؟ بگو دیگه. نه برای من زن بودی، آره ساناز مادر. جواب کارهای من هر چی که باشه خیانت نیست. بابا مگه یه مرد از زندگی چی میخواد؟ عشق، احترام، آرامش، تو کدومشو به من دادی؟ یه زنم همه اینا رو میخواد، به اضافه وفاداری. به وفادار بودم که زنم تو دهن همون رفیق جینوس. جینوس؟ بله، گوشتو واکن. از اون ور تو گوشت ورور میکنه، مغزتو شستشو میده، از این ور به من چراغ سبز میزنه، تیک میزنه با من. من اگه میخواستم به تو خیانت کنم احمق که تا حالا ده... تو دروغ میگی؟ آره من به دروغ میگم، 7 سال متهمم. اما الان دیگه این حرفا فایده ای نداره، فردا میریم دادگاه طلاقت میدم، همه حق و حقوقت هم میدم. برو هر چقدر دوست داری با رفیقات حال کن. اما بچه پیش من میاد. افتاد؟ دلارا وایسا، وایسا زشته تو خیامون، یه دقیقه وایسا، کارت دارم. چی شده؟ عینکی تو وردا ببینم. داوود چیزی بهت گفته؟ من دیگه نمیتونم منتظر بمونم، هر کاری میخوای بکنی زودتر. گیرم که من آدرسش هم بهت دادم داوود، رفت یقش هم گرفتی که چی؟ یعنی چی؟ وقتی اون دلش به من نیست چه فایده؟ من بهش چراغ زدم که مگه مرد واسه من قهته؟ من لب تر کنم زیر پام ترمز میبرن، اون اگر آدم بود این بلا رو سر تو نمی آورد. این حرفا رو میزنه خودش موجه جل ببره. حالا میگی چی کار کنم جنوز؟ مهریتو بگیر خلاص.
بچه‌مو چی کار کنم؟ چه کیلو چنده؟ تو خودت مهم نیستی؟ به فکر آیندت باش بدبخت. چشمش کور دندش دارن بچه‌شو نگه داره. نمیتونم به خدا نمیتونم. چیه؟ درد چیه؟ میخوای بشینی بچه داری کنی؟ آقا برن به خانم جدیدشون صفا؟ آره سحر اینو میخوای؟ نمیفهمم بابا، این همه زن طلاق گرفتن مردن؟ یکیش خود من خانم جلو روت وایستادم، 3 ساله دارم بدون آقا بالا سر زندگی میکنم، چه بلای وزمای سرم اومده؟ خوب خودت داری میبینی سحر بچه‌ای به خدا. تو هنوز مادر نشدی، نمیفهمی من چی میگم. عزیزم اگه از من میپرسی بچه رو بنداز خیر شوهرت، یه ما نشده زیرش میزاد. بابا کدوم هوایی حوصله داره کلفتی بچه تو رو بکنه؟ هر وقتم خواست بچه رو برگردونه فقط میگی به شرطها و شروطها. تموم شد و رفت. ای خدا، من موندم این وسط تکلیف سمانه چی میخواد بشه؟ اگه اینا الان بفهمن که کار خواهر عروس کشیده به طلاق و طلاق کشی، که دیگه آب رئیسیت برامون نمیمونه. اصلا موندن تو اینجا سلانی؟ برگرد سر خونه زندگیت با جون. پس آدم میشینن میگن آبجی بزرگه عروس از خونه شوهرش قهر کرده رفته، بعد یک کلاق چهل کلاقش میخوام منم حوصله ندارم. به نفع زندگی آبجی هم نی، به فکر خودت نیستی، به فکر زندگی اون بنده خدا که میتونی باشی؟ نمیتونی؟ بخو مادتا خونکه. پدر من مگه کم کاری کرده؟ زیر سرش بلند شده. تازه بچه پرو طلبکارم هست. تو نرو آقا سعید، صبر کن. چرا فقط یه طرف قضیه رو نگاه میکنی؟ خب باید هر دو طرف رو ببینی. دروغ میگم؟ قبول کن که کارهای خواهرتم درست نبوده. بنده خدا بیشتر از 10 دفعه اومد پلو من گله و گله گذاری. آخه زندگی آدم باید رو اعتماد باشه، نه شک و خیال بی خودی که. ای بابا این چه حرفی شما میزنید؟ حالا چون سر 2 دفعه زنگ زده گفته کجایی، باید سرش هوو بیاره؟ عزیز من تا یه جر و بحث صورت میگیره کارو به داد و دادسرا که نمیکشونن. این کلمه توافق وامونده مال زندگی، نه مال طلاقی دارید میگی؟ تو مثل پسر من میمونی نوید جان، فرقی با سعید نداری پیش من که. آقا جون بحث یه عمر زندگیه، میگم آدم نباید یه حرفی یه اقدام میکنه که بعدش گرفتار بشی. آقا من حتی توقع نداشتم. به کی باید بگم؟ توقع نداشتم. چیه؟ اومدین از دخترتون دفاع کنین؟ این حرفو نزن نوید جان. تو و دخترم پیش من یکی هستین. آقا جون. اصلا هر چی بوده تموم شده رفته دنبال کارش. ببین به قول قدیمی ها اصلا آدم جایز الخطاه. ولش کن. بابا آدم یه موقع یه خطایی یه خفتی میکنه تموم شد، قابل گذشته. لغزش هر آدمی دلیل داره آقای جعفری. ها. چند سال با دخترت زندگی کردم؟ 7 سال. رابطه من با این دختره از کی شروع شده؟ 6 ماهه. خب 7 سال من به خاطر گناهی نکرده توضیح دادم، چه بی وفایی کرده بودم که مستحق این همه بی اعتمادی بودم. دست از پا خطا نکرده این روزگارم آقای جعفری، الان که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. نه عزیز من، حرف نمیخوای گوش بدی، والله خودت هم میدونی این راشنی، میدونی اینو. من همون اوایل ازدواج باید این کارو میکردم، حماقت کردم به خاطر ساناز کوتاه اومدم. خیلی آقا یه دقیقه وایسا. وایسا کجا داری میری؟ عزیز من بیا و شر رو بخواب. من با این موی سفیدم اومدم واسه وساطت، تو چی میگی؟ حرمت موی سفید شما واجب، ولی من دیگه نمیتونم با دخترتون زیر یه سقف زندگی کنم. یه حرف آخرته؟ باشه. Thank you.
کجایی؟ میخوام ببینمت. همین الان کجا بیام؟ چشمت دنبال پول و پلش بود. مگر هیچ این قصه رو باور نمیکنه. آره خب. پولش برام مهم بود. هر کی بگه نه دروغ گفته. اما حالا خودش هم برام مهمه. نوید دوستم داره. خیلی خودتو جدی گرفتی خانم کوچولو. زنایی مثل تو که خونه‌شون رو تو زمین مردم میسازن ته تهش میشن دوست دختر. هیچ مردی به خاطر دوست دخترش زنش رو طلاق نمیده. خب گوش کن ببین چی میگم خانم کوچولو. من نمیتونم بی سر و پایی مثل تو نتیجه هفت سال زندگی ما رو از بین ببره. از این بعد لقمه‌ام رو دهنت بردار. واقعاً که یه نصیحت دارم برات فرشته مهربون. مردی که به زن اولش وفا نکنه به زن دومش به جایی وفا جفا میکنه. اگه اومدم اینجا میخواستم ببینمت به خاطر تو نبوده، فقط به خاطر بچه‌م بوده. وگرنه وقتم خیلی با ارزش تر از اونی که بخوام به خاطر تو زندگی دوست حرومش کنم. آره خب دخترت بهونه خوبیه برای به اسارت کشیدن نوید. ببین به اندازه همه قومت پا تو از گلیمت دراز سر کردی. خفه شو. من گفتن نذارم کسی بیاد داخل خونه. شما؟ من پرستار دخترشونم. ببین خانم پرستار، اینجا خونه منه. من هر وقت دلم بخواد میام تو خونم. برو بیرون. مادر بچه‌ام که هستم. گفتم برو بیرون. فکر کردی اون دختره میتونه جای خالی منو واسه سالات پر کنه؟ به محض اینکه دادگاه حکم طلاق رو صادر کنه بله میتونه. حرف آخر. حرف آخر. هیچ وقت فکر نمی‌کردم اون روی دیگه‌ت اینقدر وقیح باشه. یه آیدی براش درست کن، اسم و تلا آدرسش رو بفرست رو اینترنت. آیه ذره حالش جا بیاد. یه وقت گلسهرم ناراحت نشه. اون ناراحت شه. مادر مرده الان یه چیشش عشق یه چیشش خون. گفتی اسم دافش چی بود؟ اسم قدری هم داره دافش، دلارام. مگه بزن پسرای خوشتیپ و با کلاس ترجیحاً فیتنس برونزه. اگه دوست دارن میتونن زنگ بزنن. تلفن موبایلش هم که داری؟ آره. عین آجنسی کلای. بسی جینوس جون تو چند ساله اینقدر من تو رو خوشحال و سرحال ندیده بودم. درست شدی مثل زمان بچگی ها. شیطون و بلا. یادش بخیر. شازه همیشه پوز تو رو به بچه های دربار میداد. اگه هرکی ندونه تو که میدونی من چند سال منتظر این داستان بودم. سهر واقعا لیاقت نوید رو نداشت. نویدم لیاقت منو. چند سال تازوندی نوید خان. حالا نوبت منه که بتازونم. یه خط میزنی؟ نه. چی زدی با امناجز خاطی کردی؟ مگی؟ به کسی نگی؟ بله
بفرمایید. شما؟ به جا نمیارم آقا. الو. الو. چرا موبایلت خاموشه؟ با کی کار دارین؟ چه شماره ای رو گرفتین؟ چیه نمیتونی حرف بزنی؟ کسی بیشته؟ خفه شو عوضی. همون پسره هست؟ کدوم پسره؟ تو فکر من خرم؟ چی میگی داوود؟ این حرفا چیه؟ الو. اگه مردی قرار بذار ببینمت. گفتم اگه مردی با من حرف بزن. الو. الو. اینا کیه نصف شب راه برا زنگ میزنن؟ به ارواح خاک آقا جون من نمیدونم داوود. اینا رو پسر علموشون کرده من دقیق بدم بروا خاک همون آقا جون. فردا صبح یه بلای سرش میانه که بفهم اینجا صاحب داره. از سر رو گیر نگوردم بدم دست هر کس و ناکسی. یه بار دیگه اون لشلوشه که تلفن خونه منو دادی مزاحم من آبجین بشن یه جور دیگه باید برخورد بکنم. به ارواح خاک مادرم سایت تو محل ببینم با تیر میزنم. الو دلارام، من بیرون منتظرم. چی؟ با جای تو
شده. تو میدونی آبرو یعنی چی؟ میدونی حیثیت و شرافت چه معنی داره؟ میفهمی وقتی با آیدی جعلی اسم و آدرس تو همه جای دنیا به لجن بکشن یعنی چی؟ سهر؟ از دیشب دولا امونم رو بریدم، صد تا آدم جور و جور زنگ زده خونمون رو سراغم رو گرفته. این قضیه باعث شد که داوود رو من دست بلند کنه، حرمت خواهر برادریمون از بین رفت. به خاطر گناه نکرده از برادرم سیلی خوردم. امروز پلیس اومده بود محل کارم. میفهمی چی میگم؟ یعنی بیا به روی دیگه تو محل کارم چجوری را برم؟ چجوری تو چشای داوود نگاه کنم؟ میفهمی چی میگم؟ میگن چوب خدا صدا نداره، تقصیر تو نیست نوید، تقصیر منه. دارم تقاص دل شکسته این رضا رو پس میدم، دارم تقاص عشقای فرشته این کوچولوی تو رو پس میدم. میتونم برم صحبت کنم؟ برو صحبت میشه یارو. چته؟ چرا عربده میکشی؟ مگه این شده میدونه؟ ما جا آبرو داریم. با تو کاری ندارم آقا، میخوام با زنم صحبت. زنت؟ تا دیروز زنت نبود نه؟ اینش دیگه به تو ربطی نداره. هم به کی ربط داره؟ بابا جان اقلا به ما بگو که چی کار کرده؟ چی کار نکرده خانم جعفری؟ با آبروی دختر مردم بازی کرده. عکس و مشخصات دختر مردم رو گذاشته تو اینترنت، یه مش آشغال عوضی هم ریختن سرش. اونم کی؟ دختری که یه جور مردم و معرفتش رو دختر شما تو خوابم ندیده. ساکتین؟ حق دارین. برین از دخترتون بپرسین چجوری به خاطر خودخواهیش با آبروی دختر مردم بازی کرد. چی داری میگی نوید؟ به خدا من روحم خبر نداره. حالا که به نفت نیست روحت خبر نداره؟ مگه غیر از تو کی با اون دختر دشمنی داره؟ حاضری به خاطر خودخواهیات هر کاری بکنی؟ اصلا نفهمیدی چه بلایی سر اون دختر اومد؟ چرا خفه شدی؟ مگه نمیگی کار تو نیست؟ لارد شدی؟ جواب بده، ثابت کن. باشه، حق با توه، تو راست میگی. تقصیر منه نوید، نوید جون ساناز، تو رو به حرمت 7 سال زندگی من. یه بار، فقط یه بار بهم اعتماد کن.
حرفم گوش بده. بعدش هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای، حتی حاضرم برای همیشه از زندگی دارم بیرون. با من بیا، با من بیا، بیرون منتظرتم. صبر کن نوید خان، صبر کن. حرفاتو زدی، جوابتم خواهی شنید، اما یه چیزو فراموش کردی. اگه هنوزم همون نوید 7 سال پیش هستی که سرتو خم کردی و با صدق و صفا دستم و بوسیدی و گفتی دخترتونو خوشبخت میکنم، اگه هنوزم یه ذره از وجدان و انصاف همون نوید 7 سال پیش تو وجودت باقی مونده، با تمام بد و میرایی که به دخترم گفتی ازت یه خواهش دارم. به خاطر این دختر که آرامش و سعادتش آرزومه، به این پسر که مثل خودت با 1000 امید و آرزو پاشو تو این خونه گذاشته، یه چیزو صادقانه بگو. بهش بگو که این حرف و حدیثا مال این خونه و آدم های این خونه نیست. درست عشق و علاقه اولی شرط زندگی مشترکه، ولی از اون مهمتر شناخت و درک احساسات هم دیگه است، که اگه این اتفاق بین شما افتاده باشه دیگه هیچی نمیتونه شما رو از هم جدا کنه. این اتفاقایی هم که امروز دیدی تو این 7 سال سابقه نداشته. فراموشش کن. مبارکتون باشه. جوان بیش به قربان میری جان میری جان.
ماه جون، سهر جون. سلام گلم. تو دیگه خفه. چته افسار پاره کردی؟ من اینجا آبرو دارم، صدا تو بیار پایین. آبرو رو خوب اومدی. تو اصلا حالت آبرو چیه؟ واسه چی گوشیش رو فیسبوک ها؟ واسه خاطر توی بیلیاقت. مگه نمیخواستی ازش انتقام بگیری؟ خب عزیزم من این کارو کردم، بد کردم؟ تو خیلی غلط کردی. باریکلا خوشم اومد، معلومه که خیلی خوب با حبوت کنار اومدی. مبارکه، زود باش بزنه جاک. هری اغده یه بحبه که کشت میتنه خوشبختی هیچ کس رو نمید. گم شو تو گم شو بلا کن بلا کنی بلا کنی بلا خوشنم دادگاه میفهمی که سهر اون قدر تو میگنی خبه نبوده آشنا بردگی نمیشه بازی کنی آشنا. کمک کنی، کمک کنی مردم، کمک کنی، کمک کنی، کمک کنی سهر جمز از این شما کش کنم. نمید راست میگو، راست میگو به شش داشتی، راست میگو به زندگی ما شش داشتی آشغال. من احمقا ببین که برای این همه سال فهمیدم این هم کنی 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 تو گویی همه اینو دلو با یه در اشغال شو که همه صدر و سر من داری. تو ما برو بیا، تو خونه زندگی من نویدو از من گرفتی، تو نویدو از خونه من دزدیدی سر. نوید مال من بود، تو اونو از من گرفتی. من هنوز اینقدر بدبخت نشدم که شام دنبال شوهر کلوز این تو باشه. بزن به چه کرلی خفشو را که شوهر من اینجوری صحبت نکن، بگن دهت گیل میگیرم اشغال. خفشو اگه یه من از گجوری حق بذاری دهت دوست دهت کنی کنم. خمشو با زبونه خوش به من میگی قضیه چیه یا ترجیح میدی به پلیس بگی؟ دلم میخواست مثل یه پدر میفرستدمت خونه شوهر. دلم میخواست مثل یه پدر عروسی تو میدیدم. من که از خودم از زندگیم برات زدم، چرا بهم نگفتی؟ اینکه همه جیک و پوکمون با هم بود، چرا بهم نگفتی؟ روزگار بدیه، نشستی داری زندگی تو میکنی، یهو یه نفرینی بختک میفته تو زندگی، همه چیزو به هم میریزه. دلارام، من و تو فقط خواهر و برادر نیستیم. ما که کسی رو غیر از هم نداریم. نباید مواظب به هم باشیم. رضا بچه خوبیه. سر سفره پدر مادر بزرگ شده. تحصیل کرده است، مهندس آینده داره. آره، خونه از خودش نداره، ماشین رو با دل بالا نداره، اما یه دل داره که قد یه دریاست. تو هم که دوست داره، دیگه چی میخوای؟ ها؟ تو راست میگفتی دلارم، اما زوید زیره یه سقف بودم، اما باهاش زندگی نمی کردم، چون زیادی عاشقش بودم. هر لحظه، هر جا، تو هر موقعیتی فکر می کردم ممکنه از دستش بدم، چون من یه زنم، زنارم خوب می شناسم.
خودت که میدونی اگه یه زن بخواد چیزی رو به دست بیاره براش مثل آب خوردن. من همیشه توهم همینو داشتم، اینکه یه روزی یه زن تو هر موقعیتی بخواد نبید منو ازم بگیره. اما هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که این حساسیتو باعث بشه که عشقم تنها مونس زندگی ازم بیزار بشه. تنها اشتباه من این بود که به حرفای کسی گوش دادم که خودش بزرگترین عقده ها رو تو زندگیش داشت، به آرامش زندگی ما حسادت میکرد. تو باعث شدی که یادم بیاد کسی که دارم باهاش زندگی میکنم شوهرم، پدر بچه‌م. اومدم اینجا بهت بگم منم مثل تو قربانی خودخواهی و کینه یه کسی دیگه ای شدم، کسی که در عین رفاقت میخواست به خیانت کنه. تو هم همون فکر اشتباهی رو داشتی که همه راجع به ما دارن. اگر غیر از این بود الان رو در روی هم زیر این سقف نبودیم. نوید همیشه تنها چیزی که میگفت اینه که کاش سهر میفهمید که من چقدر دوستش دارم، کاش سهر میفهمید که تو بدترین شرایطم، تو بی کسی و تنهاییم، تنها کسی که میتونه به هم آرامش بده اونه. از همون اول که با هم آشنا شدیم به هم گفت که زن و بچه داره، ولی خسته شده بود از بدبینیات و حساسیتات، خیلی از عشق و علاقش به تو بهم میگفت، ولی دیگه ته خط رسیده بود. تو هر کسی دنبال آرامش میگشت، شاید به خاطر این بود که ناخواسته به سمت من کشیده شد. یه چیزی به اعتراف کنم، خیلی وقتا به حسودی میشد. با همه این حرفا نوید تو هر موقعیتی تنها چیزی که ورد زبونش بود این بود که هر وقت بتونه خودش رو راضی به جدایی از تو کنه اون وقت به ازدواج با من فکر میکنه. من اشتباه کردم، از همون اول باید پی رفع مشکل میرفتم نه اینکه با مشکل کنار بیام. کی گفته رفاقت پس مرد است؟ ما هم رفیقیم، این دوتا خواهر. بابایی جانم، هر وقت من شیطونی میکردم خب شما منو میبخشیدیم، حالا فقط مامان یه بار اشتباه کرده، ببخشینش دیگه تو رو خدا. یکی بعد منو ببخشه دخترم. بخواب بابایی.
همه چی تموم شد. راستش نمیدونم کجای قصه این رو قطع بود. تاوان چه اشتباهی رو دارم حس میکنم. اما اشتباه از جایی شروع میشه که آدم ها حتی با صدای بلند هم حرفای همدیگه رو نمیشنن و فکر میکنن هر چیزی که میگن و هر قضاوتی که میکنن درسته. اما ببین تو با خانم میخوام یه چیزی بهت بگم. همیشه فکر میکردم بزرگترین نشونه دوست داشتن تو محصور کردن و پنهون کردن و تو قفس نگه داشتنه. اما حالا مثل همه کسایی که خیلی دوستشون دارم برای اولین بار تو زندگیم میخوام انتخاب خودتو واگذار کنم که بری یا بمونی. دلم خود وقتی برمیگردم بازم پیشم میشه. گاهی وقتا آدم تاوان دل پاکشو میده، جریمه حسن و نیت و صداقتشو میده. چیزی بین من و نوید نبوده که بخواد صد راه تو بشه. نیومدم بگم حالا که نیست برگشتم. اومدم بگم به قول یه نفر درست عشق و علاقه سرآغاز پیونده ی زندگیه، اما قبل از اون شناخت و درک درست آدم ها از همه که یه زندگی رو پایدار و مقاوم میکنه. به نظرم آدم ها رو باید از قلبشون شناخت رضا، نه از ظاهرشون. اینم چیزیه که تو دراز مدت به دست میاد. بابایی داری گریه میکنی؟ نه بابا جون، من وقتی دلم میگیره علیکی از چشم عشق. پس قرارمون چی بود؟ چی بود؟ هرچی من گفتم باید گوش کنی. باشه.
وقتی تا آقا سلام. آقا این دستگاه رو خوشگل واسه خانم سخار. آقا نما که چقدر خوشگله. آقا نگاه کن. آقا نما که چقدر خوشگله. هم خوشرنگ هم تازه. آقا یه دونه که کمه. همه شو بگی تو که پول داری.